سلام بچه‌ها، خوش اومدین سن دیوز و برگشتیم با یه پارتی دیگه از داستانهای واقعی. طبق معمول به کانال شیر مای استوری رفتیم و دوتا از رفیقام شریک و تریکای میدوها رو همیشه دارن دوبله میکنن و لینک کانالاشون این پایین هست. حتما به کانالاشون سر بزنین. واقعا داره اعصابم خورد میشه. این بار 25 رو دارم این فکرت رو ضبط میکنم و امیدوارم خوشتون بیاد. قبل از شروع حتما اگه از این داستان واقعا خوشتون میاد لایک کنین، خیلی ممنون و بریم شروع کنیم. سلام، من رابرت هستم و همیشه جذاب و سکسی بودم. سلام رابرت، جذاب و سکسی چیه؟ این حرفو برای گندگوزی نمیذارم. دلیلش اینه که تقریبا همه دختر مدرسه دوست داشتن با من قرار بذارن. منم از بین اونا جذاب ترینشون انتخاب کردم که اسمش ربکا بود. برای شروع سلام کردم و اونم بلافاصله گفت پشمام. سلام رابرت. چند ساعت گذشت، ما با هم لعنتی کردیم و با هم به مدت 2 هفته پشت سر هم قرار میذاشتیم. بعد چند ساعت با هم دیگه رابرت نیستی، شما شرکی. ربکا یه مشکل بزرگ داشت و اون علاقهش به پوز دادن راجع به من به دوستاش بود. به هر حال اینم یه دلیلی بود که بتونم ازش جدا بشم و برم سراغ دختره دیگه. ولی بیشتر از همه من از الیسا همجلسی شیرین خوشم میومد. من خیلی از حرف زدن باهاش حال میکردم. آیا اون خوشگل بود؟ خب چیزی که اکثریت میگفتن نه، ولی من اهمیتی نمیدادم. من می‌خواستم وقت بیشتری رو باهاش بگذرونم. برای همین بهش گفتم که دوست داری آخر این هفته با هم بریم بیرون. اون تعجب کرد و گفت تو از من می‌خوای که باهات بیام بیرون؟ منم سر تکون دادم و گفتم البته. خب خلاصه بهتون بگم، قرار اولمون واقعا خوب بود. حتی یه بار دستش رو چرخ و فلک گرفتم. احمقانه بود ولی حس خوبی داشت. خبر رابطه ما تو مدرسه پیچید و همه از من میپرسیدن که چرا با الیسا قرار میذاری؟ تو واقعا فکر میکنی اون خوشگله؟ خب من واقعا از این سوال متنفر بودم و اسم میکردم از لیگ فوتبال اومدم. چون طرف خوشگل بوده بعد حتما با یه آدم خیلی خوشگلی هم چی کناره؟ چه ربطی داره؟ یه خورده درونگرا باشید. ولی با این حال هیچ اهمیتی نمیدادم. از این طریق فهمیده بودم که الیسا دختری که من واقعا بهش نیاز دارم. برای اولین بار داشتم عشق رو احساس میکردم که تصمیم گرفتم اونو با پدرم آشنا کنم و رفتیم پیش پدرم و به پدرم گفتم این الیساست، ما حدود چند ماهی که با هم قرار میذاریم و من لازم دونستم تا اونو به شما معرفی کنم. پدرم به جای قربون صدقه رفتم به الیسا شرکت و گفت من از تو خوشم نمیاد. زارت. من خواهی کردم ولی الیسا چون خواهی نداشت از بابام پرسید جناب میتونم دلیلشو بدونم؟ پدرم زشتی. جواب داد من میدونم تو دختر خیلی خوبی هستی ولی از نظر امتیاز 10 تو با ارفاق 4. الیسا خیلی ناراحت شد و شروع کرد به گریه کردن. منم عصبی شدم و سر بابام نعره زدم و گفتم بعدش الیسا رو بردم اتاقم تا بهش دلداری بدم. بهش گفتم که حرف پدرم اصلا مهم نیست و اون ازم پرسید به نظرت من خوشگلم؟ من گفتم که مهم نیست تو زیبا باشی یا نه، اما الیسا وسط حرفم شروع کرد به گریه کردن. خانه مگه باید خوشگل باشی؟ و بعدش گفت برای همینی که بچه های مدرسه منو مسخره میکنن و میگن که من لیاقت تو رو ندارم. من گفتم که شاید تو زیباترین دختر روی کره زمین نباشی ولی من همینطوری که تو هستی دوستت دارم. همین که من از وقت گذروندم با تو لذت میبرم کافیه. چه پسر آدم بوده این نفی، خدا رو شکر. فقط بچه جان من الان خیلی مهرتون شکوفا نکنه. و اونم بالاخره آروم شد ولی باز یه مشکل دیگه ایجاد شد. پدرم فرداش گوشیم از روی میز برداشت و به الیسا پیام داد که متاسفم ولی تو به قدر کافی زیبا نیستی و من هم مجبورم که ازت خدافظی کنم. چه بابایی داشتی؟ وقتی رفتم سراغ گوشیم و پیامو دیدم خفیه کردم. الیسا در جواب ایموجی غمگین فرستاده بود. سری رفتم پیشش و توضیح دادم که پدرم یه کسخله و اون کارو کرده و الیسا گفت ایرادی نداره. از چشاش معلوم بود که خیلی ناراحته ولی بالاخره این مشکلم حل شد. هر وقت دختر خوشگلی از کنار من رد میشه و جفتمون از هم زده میشدیم. الیسا به من میگفت اگه دوست داری میتونی باهاش صحبت کنی. منم همیشه میگفتم نه. الیسا همیشه از سری قبل نگران‌تر میشد ولی بازم همیشه با هم خوش میگذروندی و امیدوار بودم که تا پیری با هم باشیم. و پدرم دوباره زد بالا و بهم گفت یا از الیسا جدا میشی یا وقتی که 18 ساله شد کولت میذارم. و خب به تو چی آخه؟ حالا بذار باشه دیگه، مگه تو میخوای نه ببخشید ادامهش اصلا فکر نکنم. نه یعنی منظورم اینه که این میخواد بگیره، این میخواد باشه یه عمر زندگی کنه، به تو چه؟ به تو یه دلیل منطقی بیار. یه چه خوشگل نیستی میدین که چی؟ حالا مثلا الان خوشگل بود یه خوشگل ترش پیدا نمیشد؟ از
کل مدرسه‌تون این ویدیوها آموزشی تره. پرتت میکنم بیرون. مشکل اینجا بود که من فقط یه ماه وقت داشتم. بهش گفتم که یه ماه تا اینجا نمره های خوبی بگیرم میشه بازم اینجا بمونم و اون کتکش سرشو به منی یا نه فکر کنم شما اینطوری فکر میکنید که ما با هم ازدواج کردیم، ولی ما فقط 18 سالمون بود، پس دول شدم و بابا من رو پرت کرد بیرون. ولی احتمال این که من اون بتونیم با هم زنده بمونیم خیلی کم بود، برای همین بهش گفتم که ما باید از هم جدا بشیم. چرا قیافه شد؟ اون دوباره بحث این که من زشتم و این حرفا رو باز کرد و من گفتم مسئله اصلا تو نیستی و من دارم به گا میرم و احتمال داره از گشنگی تلف شم. بعد از اون قضیه اون چوز کرد و دو هفته نیومد مدرسه، ولی بعد از یک ماهی عکس فرستاد که داشت با پسر خوشگل لب میگرفت و زیرش نوشت فقط خواستم بدونی. امیدوارم که هرچی مشکل داشته باشه حل شده باشه و نمیدونم چشه، چون هی داره عده کسخلا رو در میاره. دختر لاشی عده دختر خوبا رو در میاره. دو هفته بعد رفتی با یکی دیگه؟ نه دو هفته بود، چند وقت بود؟ سلام، اسمم ماریاست و تو این ویدیو متوجه میشید که من چجوری به کسی که باش قرار میذاشتم گفتم که تا الان که میشه تقریبا 17 سالم پوشک میپوشم. چرا؟ فکر کنم برای شما هم سوال شده که دلیلش چی میتونه باشه. وقتی که بچه بودم تصادف شدیدی کردم و پایین تنم به طور جدی آسیب دید. من باید کلی فیزیوتراپی رو پشت سر میذاشتم که شاید حالم بهتر شه. من از تو کنترل ادرار خودم هم از دست داده بودم. به هر حال داشتم بهتر میشدم و اینو میدونستم که من مقصر این ماجراها نبودم و هیچ وقتم راجع به این مسئله با کسی صحبت نکردم، چون میدونستم مسخرم میکنن. برای همینه که از مدرسه بدم میاد. من دوست ندارم کسی پوشکمو وقتی که دارم لباسمو عوض میکنم ببینه. ولی بالاخره کلید اتاق پروو بهم دادن و من خیلی اینطوری راحت ترم. ولی مردم فکر میکنن که من خودشیرینی چیزی هستم، ولی اصلا برام مهم نیست. من همیشه تو مدرسه دامن میپوشیدم و دلیلش هم کسی نمیدونست. من بهشون میگفتم که دوست دارم مثل قدیمی ها لباس بپوشم، ولی دلیل اصلیش این بود که اگه شلوار جین پام بود بعضی وقتا که میخواستم کش و قوس بیام باعث میشد شلوارم بره پایین و معلوم شه چی پامه. بزرگترین نگرانی من قرار گذاشتم بود آیا هیچ وقت کسی منو با این مشکلی که دارم دوست خواهد داشت؟ آیا یه روز من انقدر شجاع میشم که بتونم مشکلمو به بقیه توضیح بدم؟ مطمئن نبودم، ولی یه اتفاق پشمیزون افتاد. پارسال یکی از همکلاسیام که تومور مغزی داشت فوت کرد. این مسئله منو روشن کرد که زندگی میتونه چقدر کوتاه باشه، چون ممکن بود من جای اون تو قبر بخوابم. بعد از اون رفتم تو اینترنت و شروع کردم ثبت نام کردن تو سایت های صیغه یابی خاله مهسا. اولین کسایی که باشون چت میکردم خیلی عجیب و غریب به نظر میرسیدن. من داشتم عضو شدن تو این سایت پشیمون میشدم که یهو فرشته بهم درخواست چت داد. اسمش میسن بود. ما حدود 6 ماه با هم قرار میذاشتیم. من دو دل بودم که باید ماجرا رو باهاش در میون بذارم یا نه. بهش گفتم نیازه که صحبت کنم. اون واقعا پشماش ریخت و فکر کرد که میخوام ازش جدا بشم. وقتی که از مشکلم بهش گفتم و پوشکمو بهش نشون دادم اون خفه کرد، ولی خیلی منطقی پرسید که چرا این کارو میکنم. از تصادفی که کرده بودم و آسیبی که بهم رسیده بود براش گفتم. من واقعا استرس داشتم و با خودم میگفتم که اون دوست نداره با یه دختری که پوشک میپوشه بمونه. منظورم اینه اگه میگفت باید جدا بشیم کاملا درکش میکردم، ولی اون یه چیزی گفت که باعث شد من بزنم زیر گریه. اون گفت منو به خاطر چیزی که هستم دوست داره و چیزی که تنم میکنم هیچ ربطی به اون نداره، چون اگه من خوشحال میبودم اونم خوشحال میشد. وای نمیتونم توصیف کنم که چقدر اون لحظه خوشحال بودم. این دوتا پسر گل اومده تو این ویدیو. نایس. اون منو اونطوری که بودم خواسته بود و برای اولین بار حس کافی بودن میکرد. منظورم اینه که شاید باید تا ته عمرم پوشک بپوشم، ولی بازم میتونم زندگی خفنی داشته باشم و با آدمای خفنی مثل میسن بگردم. فقط باید یادتون باشه که به خودتون بستگی داره که به چالش های زندگیتون چطور پاسخ بدید. پوشک بپوشید و همیشه خودتون رو سرزنش کنید، یا پوشک بپوشید و زندگی کنید و از اون لذت ببرید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. اسم من سیاوش و ساب کن تا کامروا گردید. تریکا رو حتما ساب کنید تا کامروا شوید و داستان خیلی آموزنده بود. به و من تحت تاثیر قرار گرفتم. سلام، اسم من کریسه و من به ننم خیلی نزدیکم و فکرم علتش اینه که بابام
ما رو ترک کرد و از وقتی که زایده شدم ممه ننمو میخوردم، ولی توی تولد 10 سالگی مامانم بهم گفت دیگه مممو نخور و من گریم در اومد چون من عاشق ممه ننم بودم. و بایستا 10 تا 10 سالگی شیر میخوردی؟ ما رو از چند سالگی شیر از شیر میگرفتن؟ 2 سالگی 3 سالگی نمیدونم، حتما تو کامنت ها بنویسین. شیر ماما اینطوریه که اولش خیلی آبکیه ولی بعدش خیلی خوشمزه میشه. واو. و برای همین به ننم گفتم که هیچ وقت ممت رو ول نمی کنم و هر روز برنامه با ننمی بود که یه رب درس بخونم و نیم ساعت ممه بگیرم. فکر میکنم کسرترین بخشش اینه که من 16 سالم هم نمیدونم چرا 16 سالشی. صحبت نمی کنم دیگه، اصلا نمی خندم، ادامه داستان. چون من تا کلاس 8 با ننم درس می خوندم و وقتی رفتم مدرسه و به بچه ها می گفتم بچه ها به نظرتون شیر گاو یا شیر ننتون، همه به هم می خندیدم ولی به نظرم اصلا خنددار نیست. منظورم اینه که آقا مگه ممه خوری چه اشکالی داره؟ اونم واسه یه نوجوان، مزهش عالیه و کلی چیزای مفید داره. من به ننم خیلی نزدیک بودم و تنها مشکلمون این بود که ننم اصلا منو تنها نمیذاره و همش بالا سرمه. احساس میکنم توی حبابم. اون حتی اجازه نمیداد برم با دوستان فوتبال بازی کنم چون میگفت آسیب میبینی و این کجرا. و وقتی با دوستان میرفتم مرکز خرید، ننم منو ول نمیکرد و تعقیبم میکرد تا ببینه سالمه. یا خدا، او این مامانش خیلی دوست داشتن زیاد داشته دهن بچه‌ها سرویس میکرده. خیلی کوچره ولی اون میگفت این کارا واسه امنیت همه، ولی به نظر من داره حسودی میکنه که با دوستم هم، چون خودش تا جایی که تعریف میکرد هیچ دوستی نداشت و اگه من بیچاره با یه ماده قرار میذاشتم ننم دیوونه میشد و میزد خارمونو بخواید. اون نمیخواست منو با ماده دیگه ببینه. آخه یعنی چی؟ بالاخره منم آدمم دیگه. ولی این عادیه که آدم از ننه باباشون جداشن و برن زندگی خوشونو بکنن. ولی خب من میدونم که قلب ننم رو شیکوندم و کار بدی کردم، ولی وقتی دانشگاه قبول شدم از خونه میرم بیرون. حقیقتا هنوز به ننم نگفتم ولی تصمیممو گرفتم. ننم منو کسخل بارا برده و همه فکر میکنن من عجیب و غریبم، چون هر وقت از یه چیز خوشم نمیاد سری گریه میکنم یا داد میزنم. احساساتم خار منو مثلا یه روز همکلاسیم اومد پیشم و یکم از غذام برداشت و به شوخی خورد و من خیلی ناراحت و عصبی شده بودم و دیگه طاقت نداشتم و غذامو برداشتم و تق زدم تو صورتش و بعد تا جای ممکن شروع کردم به نره زدن و بعد از چند ثانیه فهمیدم ریدم به خودم و همه رو شرمنده کردم. چه داستانی شاهکار این داستان. این کیترین لحظه ی زندگیم بود و الان دیگه همه فکر میکنن من کاملا یک کسخونم. من ننم رو مقصر میدونم چون که اون ریده تو تربیتم. اون تا 14 سالگی نذاشت برم مدرسه و تو خونه درس میخوندم و من با هیچ بچه نتونستم بازی کنم. برای همین درست حسابی بلد نیستم با بقیه معاشرت کنم. من فکر میکنم اون میترسید من از دست بده، برای همین هیچ وقت نمیذاشت از خونه برم بیرون. برای همین بهش گفتم وقتی 18 سالم شد میخوام برم سربازی. اون فکر میکرد دارم شوخی میکنم ولی بعدش خایفنگ شد و زد زیر گریه. اون میگفت واسه یه قنچه مثل تو خیلی خطرناکه. همه خداشونو سربازی نرن، این بدبخت بچه دیگه انقدر بهش فشار میاد تو سربازی اونجا زمین تاسم و سربازی اینجا که 24 ماه هم شده دمشون گرم، خیلی فرق داره. من عصبی شدم و بهش گفتم من دیگه قنچه نیستم ولی بعدش رفت قایم شد و با هم مثل گذشته قایم موشک بازی کردیم. بازیش اینطوریه که مثلا ننم میره قایم میشه و من باید پیداش کنم و وقتی پیداش کردم اون ممشو به هم میده. یا خدا یا خدا، آقا من چی دارم میبینم؟ خیلی سخت دیدنش. آقا من الان نمیتونم به این ریاکت. تا این بازی رو میکردیم و خیلی حال میکردم چون چندین ساعت بازی میکردیم. خیلی احساس خوبی بود چون یاد گذشته ها افتادم ولی بعدش فهمیدم ننم منو فریب داده و میخواد دوباره همون کسخال سابق شم. اون خیلی خودخواه بود. برحال من تا 2 سال دیگه با ننم زندگی خواهم کرد و ممه خوری پا بر جا خواهد. حقیقا
قطعا خیلی حال میداد، ولی قرار من تغییر کنم و بزرگ بشم، چون الان خیلی ترسو بچم. پس اگه بخوام خانواده تشکیل بدم و یه پدر باشم، باید یه مرد قوی باشم. به هر حال ممنون که این داستانو گوش دادید. اسم من سوشیانته و سابسکرایب یادتون نره. نایس خیلی داستان قشنگی بود. خب بچه ها، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قصه تام. لایک و کامنت و نظراتتون حتما فراموش نشه. لینک کانال شرک و تریکا رو گذاشتم این پایین، حتما به کانالشون سر بزنین. دمشون گرم، واقعا خیلی خوب دوبله میکنن در سرویس ها. و مرسی که تا اینجا با من همراه بودیم، و تا قسمت بعدی خدای رو نگهدار شما. I bet you think you're